من یه برادر دارم، این دکتره. یکی دیگه برادران شرکت نفته، اون یکی قهرمان کشوریه. این جلوی دچرخو وقتی میگیره بلند میکنه، خلاصه زوره زیاده. قلام این قارچیشو نگیری یا رضای قارچیش باقی بمانا خوبیشه. اینا چیه به من داره؟ تموز داره قارچی نزد کرد. قلام به جای دست درد نکنه چونه دیگه، این چپ رو راست بیا سیب نداریم پیاز نداریم. بنویس قلام باش ملاقاتی. کیه؟ ملاقات کیه؟ ملاقات کیه؟ چی میخواد؟ کیه؟ کیه؟ خودشه. آقا چاکرم بفرما داخل، اینجوری بده وایسادی، بفرما. چطوری برنی؟ آقا اسمشو نبر، هی حالت تهوع میگیرم. کی از زندان آزاد شدی؟ دیروز دلم تنگ شده بود واسه گفتم بیا یه سری بهت بزنم. خب بفرما، بفرما داخل یه چایی چیزی بخوریم. اینجوری آجز ویژتم کرده بود. خب گرفتی که گرفت. الان من به سیخ میکشم که حال بکنی. برا اینه نچسبان بیتر بیاد. آقا ببخشید این ادب نداره. بفرما، بفرما. آقا اینجا هوا سرده، بفرما یه چایی یه باقالی. بفهمید خانم، اینم زمین شما، البته قبلا بوده. چطور ممکنه؟ اینو که دارن میسازن. ببین خواهر من، این بونچاقو، این همین خیابون 12 متریه که الان ازش اومدیم، این دوروبر هم هرچی زمینه همش پلاک داره، زیر دست خودمه. یکیش برای مهندس امینیه، یکیش برای آقای اسدیه، یکیش هم برای مهندس جباری. ما رو گرفتی خانم سیمخا؟ یعنی چی؟ من سند دارم، اینجا زمین منه. میتونم سندتون رو ببینم؟ آماده نیست، محضر 2-3 روز دیگه آماده میشه. مطمئنید؟ چطور مگه؟ این روزا کلاهبرداری زیاد شده، یارو یه زمین رو به 10 نفر میفروشه، از 10 نفرشون هم سند دارن. وقتی بهتون میگم با منصور خان هماهنگ کنیم واسه همچین وقتی خانم. منصور، منصور. والا راستشو بخوای من توی زندگی همه کاری کردم الا این یک کار. این کار سختیه، این که بری توی چاله بخوابی این زنده بگور دیگه میشه. والا کار سختیه، میدونی؟ اصلا نمیشه، خیلی سختیه. ببین عزیز من، 2 ساعت بیشتر طول نمیکشه. به مجرد اینکه مردم از سر مزار برن ما تو رو تو چال میکشیم بیرون و سلام، نامه تمام، جایی نگرانی هم نداره. نه بابا جون من، 2-3 ساعت چیه؟ آقا نیم ساعت بیشتر طول نمیکشه. من همینجا به شما قول میدم نیم ساعت بیشتر طول نکشه. حله؟ بعدش هم دعا شفن، شما یه حب بندازی بالا دیگه رفتی تا ته خط. حب چیه؟ بی تربیت. اگه راست میگی خودت برو داخل چاله. ها؟ آقا جون من، شما چیکار به ایشون داری؟ شما کارتو بکن، پولتو بگیر. حالا من یه سوال از شما دارم. من اون داخل چاله برم چجور نفس بکشم؟ آقا بهت میگم ما فکر همه جاشو کردیم، قراره یه قبر تو سو... یعنی یه سوراخ تو قبر درست بکنن که از اونجا نفس بکشی. حالا گیر بده تو همه. حالا آدمیزاده دیگه، اگه من یه ضعف گرفتم
بعد گشنم شد، خواستم یه غذایی بخورم، چایی بخورم. آقا ببخشید، تنگم گرفت، چه کنم؟ آدمیزاد دیگه، نمیشه که اون تو. عزیز من، شما 2 ساعت نمیتونی اون زهر ماله تو بگیری جلوشو؟ داری پول حلال میگیری، خب یه خورده زحمت بکش دیگه، تکون بده به خودت. حالا این کار چندی پول داره؟ چقدر به من میرسه؟ شما چقدر میخوای؟ آقا راستشو بخوای، من از این ماشین خارجی های شویداغ دارا هست، یه دانه از این به من بدید، زحمت کارم زیاده. وایستم آقا، ماشینی که از این شویداغ نداراست بدید، خارجی باشه ولی شویداغ نداشته باشه. آقای شما معامله‌مو نمیشه. خب وایستا از این ماشین های وطنی بدید، یه ماشین وطنی بگیر ارزون دیگه. دیگه من زن بچه دارم، میخوام مسافرکشی کنم، این دیگه توقع زیادی نیسته. نه نمیشه، زیاده. آقا چی زیاده؟ کار زحمت داره، باید برم داخل یه چاله روم خاک بریزن، دارم کفن بپیچن، مورچه میره تو تنم، بدبختی داره، بچه خورده میافته روم، چای روم دمر میشه. خب نمیشه که، من چه میدانم، شب 7 داره، چله داره، تشی جنازه داره، اون بالا که دارم منو میبرن، اگه بیفتم زمین چه کنم؟ خاخی کار سختیه. آقا جان، اگه منو نمیخوای، ارزون تر میخوای، یکی اونور هست، 2 تا مغازه اونور تره، این کار انجام میده ارزان تر، ولی کیفیت نداره. یعنی اگه کار با کیفیت میخوای، با گارانتی میخوای، جاکرت غلام. خیلی خوب قبوله. فقط یه چیز من کاملا باید مطمئن بشم. دیگه چی؟ آقا جون من، شما داری با ما کار میکنی، خیالت راحت باشه، منم یعنی خودت حبس کشیدم. درسته، ولی من نصف پول همین الان میخوام. الان نصف پول الان میخوام. میگم نصف پول الان میخوام. نگاه میکنین، نصف پول الان به من بدین دیگه. خیلی خوب، بده بش. بدید دیگه. قبوله؟ چاکرتی. چای میخوری؟ یه 2 تا چای نواز بیاره. خوبه، یه 2 تا دیگه روش بذار. این کفشو از کجا آوردی؟ اینا رو دزدی کردم. خب مال خودمه، خریدم. این چه حرفیه میزنی؟ از اون ور آوردم. اون ور؟ از اون ور، اون ور خارجه دیگه، ترکیه، یونان، اوکراین. اینا راستشو بخوای، یه بردرزنی دارم، این میره جنس میاره از اون برم، آدم خوبیه. ولی خب این کفشه رو بر من هدیه آورده، اگه میخوای سایزته بیا باد کن، من آدم لرجی همه. بیا. نه این کفشه به ما نمیخوره. خلاصه چاکرتی. الو شیری؟ کیه؟ بلکانتو. جناب شیرین سخن، حال جناب علی چطوره؟ چیه؟ چرا عصبانی هستی؟ خب من الان میام اونجا. بابا آبرو بزنن؟ نه چرا؟ آقای شیرین صفت، من الان میام خدمت شما. نه شما نگران، شما عصبانی نباش. دوتا دیگه بزن. کی بود؟ جناب شیرین زاده بود. ما نفهمیدیم این بابا شیرین سخنه، شیرین صفته، شیرین گذاره، چیه بالاخره؟ اینا 4 تا برادرن، برای اینکه اسمشون با هم قاطی نشه، تایی فامیلیشون یه چیزی اضافه کردن. نانوایی داره. جواب تو رو ما باید بدیم. من میرم تا بانکو برمیگردم. چرا برسونیم بهتون؟ من با آژانس میرم. آقا یه 2 تا دیگه از این پول به ما بده. حساب ندارم. چاکرتم آقا، نوکرتم.
چای میخوری؟ چای نبات بگم یه دونه بیاره؟ آقا جعفر یه چای نبات برای ما بیار، دو تا بیار. چطوره؟ خوبه، بد نیست، ساعت خیلی دور افتاده است. بهتر، تو قبرستون شروع که نمیشه دست از پا خطا کرد. واسه ما یه همچین جای خوبه. به نظر من دو تا اشکال اساسی داره. چی؟ دو تا ایراد داره. اولا که خیلی تابلوه. دوما بابای من تو بیزره قبر داره. مردم نمیگن چرا همونجا خاکش نکردن براش نشون آوردن تو این بیغوله؟ نه خیر، به مردم میگیم بابا جونتون قبر تو بیزرهشو وقف کرده. داده به جنازه‌های بی‌صاحب. از اون برم یه وصیت مسیحت ردیف میکنیم که بابا جونتون با دستخط خودشون نوشتن منو توی همچین گورسونی چال کنیم. شما هم به جای این حرفا بگید یه قبر دو نفش دلواز عمیق واسه بابات پیدا کن. دستم بعد برو کنار. زاغارته ها؟ میگم زاغارته. اولا از همه طرف دید داره، دوما اطراف قبر بسته است، نفس خور نمیشه واسه میت گذاشت. اون زیر بی زبونی تلف میشه. بگرد یه جای دیگه رو پیدا کن. جوب کنارشه، هم دید نداره، همینجاست. کار میکنی؟ دستت رو شده ره؟ مگه نگفتی بدری خانم همه چیو میدونه؟ همش قپی بود؟ شیرین جان آبروزی نکن، اینجا شیرین اصلا. اسم منو دیگه صدا نکن، شیرین اصلت هم دیگه نیستم. سند قلابی میدی به من؟ سند قلابی؟ ای چی داری میگی تو؟ کور خوندی منصور خان، همین الان دارم از سر زمین میام. زمین که چرز کنم، آپارتمان. آپارتمان؟ حتما اشتباه شده، حتما اشتباه شده. من دیگه سیا نمیشم. سیاه کدومه؟ ببین بیا بریم تو ماشین شیم صحبت کن، اینجا خیلی بده. من با تو حرفی ندارم، هیچ جام نمیام. اصلا من اومدم اینجا بدری خانم رو ببینم، انقدر وای میسم تا بیاد. اون حرف منو بهتر میفهمه، شانس آوردی خونه نیست. بیا بریم تو با هم دیگه حرف بزنیم، من یه جوری مشکل رو حلش میکنم. بدری خانمم امروز نیست، رفته امامزاده داوود. بیا بریم تو با هم حرف بزنیم. چیه بدری خانم نیست؟ دوم درآوردی، من با تو هیچ جا نمیام. بابا من اصلا مدت ها سر زمین نرفتم. فوقش اینه که زمینو ساختن یه آپارتمان روش گذاشتن، اشکالی نداره. یه پلاک دیگه بابا، ما حتی داریم و نداریم، باغ و پلاک و باغچه و باغچه یکی دیگه بنام. نکن گریه نکن، این تام به جون منصور گریه نکن. بابا این مورو بولی داریم، اینجوری حرامش نکن. باید به خیر بشن. دختر شما چند سالشه؟ الهی همه 26 سالشه. درس بکنه؟ بله درس بکنه. آقا من اومد بدری خانم، ماشین هست اگه میخواین شما رو هم تا یه جایی برسون. خیلی ممنون، دست شما درد نکنه. بلوز نگی زدم پسرم بیاد، خیلی وقت بود. آقا اومد رسید، خیلی ممنون. هفته دیگه میبینم اتون. خیلی متشکرم، مرسی. خدا سلام. سلام عزیزم، اومدی؟ دستت درد نکنه مادر. خواهش میکنم، وظیفه همون بود. و اینجا چی کار میکنی؟ مگه قرار نبود بریم آموزاده داوود؟ برف اومده بود، جادهش بسته است، افتاد هفته بعد، لابد قسمت نبود. جاده ماروش که بازه، خودم دولا میشن روشونم سوارت میکنم، ایکی ثانیه میرسونم به تو امامزاده. فقط از اون لبای جاده نریا، من میترسم. درسته ما چموشیم، ولی دیگه نه اینقدر. واسه آزادی تو نظر کرده بودم، حالا ایشالله هفته دیگه میریم. چاکرین.
حالا کجا برسونیمتون؟ من که جایی ندارم برم مادر من. بریم خونه. چشم. خوش به حال بدری خانوم. عجب خونه زندگی داره. عرضم به خدمت شما، این بدری خانوم 20 سال آزگار تو این خونه کلفتی کرده، روزایی رو با من سر کرده که من به نون شبم محتاج بودم. به الان نگاه نکن، شما به موقع رسیدی، سر وقت. نون شب نداشتی، عوضش یه چیز مهمتر داشتی. چی؟ جوونی. ثروت کمی نیست. یه مسئله معروفی است که میگه دود از کنده بلند میشه. همه الان دنبال یه آدمی با تجربه میگردن که چهار تا کلم چیز ازش یاد بگیرن. خوش بود گر محک تجربه آید به میان. ما تو زندگی یه چیزایی رو از دست میدیم تا یه چیزایی رو به دست بیاریم. شما که چیزی از دست ندادین، عوضش یه زن جوونم به دست آوردین. مگه نمیای تو مادر جون؟ نه قربونت برم. بابا کلی سفارش داده، بعد برم کارش انجام بدم. برو. ای بابا تو این مدتی که اومدی ما اصلا درست تو رو ندیدی. میام پیشه. برو میام. باش. برو در امان خدا. قربان. خدا. لباسه رو صبح پوشیدن. اون رنگ چاق نشونت میده. یه دفعه بذار من برات انتخاب کنم. اینا خوبه. آخه به خاطر یه شام که لباس عوض نمی‌کنی. ببین این خوبه. اینو یه امتحانی بکن. والا این لباس رو بله. این بدری خانم اینو از سوریه برای من سوغات آورده. سلیقه‌شون هم بد نیست این بدری خانم. آخه میدونی اصولا من اهل خرید و مرید و این حرفا نیستم. لباس من خودم نمیخرم، همه رو بدری خانم میخرم. خیلی خوب بدری خانم. بدری خانم میخوای حرص منو در بیاری؟ منم زنتم. شما تاج سر منی. خیلی خوب، حالا که تاج سرتم به خاطر من. خواهش میکنم جون شیرین. جون شیرین به من نمیاد. بس کلمات رو نزدم آخه. به خاطر من جون شیرین. یه دفعه خواهی که گفتی رفت زیارت دیر میاد. هیچی نه، ببین تو زود انجی برو. بودو زود انجی برو بیرون. کمکت کنم. با من حرف بزن. زود انجی بارش من که بازی یه آبخند چیزی میشه. با من یکی برو جایی که باشدی. برو کسی اینجا نیست. آخه چی شد؟ Thank you.
منصور اینجا. تو اینجا چی کار میکنی؟ با یه حسابی بی وجدانتون پنچرم کرده. آخه چرا جلو در خونه اینا پارک کردی تو؟ میدونم عصبی بودم نفهمیدم. خیلی خب برو بالا برو بالا. چطوری میگم پنچره؟ بی درک پنچره. همینطور ندید؟ نه بابا پشت ماشین قایم شده. بپر بلو بپر بلو ببینم الان بیچاره میشین. چرا داره این بچه لوس بازی در میاد؟ الو الو لجباز. امید چت شده ماما خوبی؟ چرا اینجا نشستی پس؟ چی شده بابا بگو دیگه. خب ها مامان مامان چی شده؟ بابات کجا رفتن؟ زنه کو؟ زنه کیه بابا؟ چی میگی مامان؟ بابا طوری شده؟ الهی خبر مرگشو بیارن. همین جا بود الان. دپاشو برو نظام زنه فرار کنن. بابا چی میگی بابا؟ ماما باشو برو الان فرار میکنم. اشتباه میکنی مادر من. بابا با حامد رفته دنبال یه کاری. اشتباه میکنم خودم اینجا دیدم وایساده بود یه زن جوونم. بابا چرا پرت و پلا میگی؟ زن کدومه مامان؟ داشت لباس تنش میکرد، داشت کراوات براش میبست. کراوات کراوات بابا که اصلا کراوات نمیزن. میدونم زنه داشت براش میبست، میگفت به خاطر من. بابا اینجا که کسی نیست. بابا لباساش همینجا رو همین مبله بود. لباسات لباس کدوم لباس؟ اینجا که لباسی نیست. برو تو کمدو ببین. باش بیا عزیز من، بیا نگاه کن، همه چی سر جاش مرتب. دیدی خیالت راحت شد؟ بابا اینا همش زیر سر این دایی بهرام است. دایی بهرام چیه؟ این دفعه دیگه خودم دیدمش. یه زنگ بزن ببین کدوم گوریه. به خودش نزن، از حامد بپرس. الو حامد تو چی کار کردی؟ لاستیک پنچره. آها خیلی خوب. بگو این روزا همش جلو چشم باشه. من هیچی، من پیش آقای شیرین سخن بودم، الانم دارم میرم سر ساختمون، حالم زیاد خوب نیست. باشه باشه خدا حافظ. ماشاءالله همینطور که به اینا دروغ میگی به منم میگی؟ جان من اینا همه دروغ مصلحتیه، به کسی صدمه نمیزنه ولی مشکل ما رو حل میکنه. بعدم تو شیرین سخنی، مگه میشه به شما دروغ گفت؟ فکر کنم اینا اولین کاری که میکنن تلفن کنن به حامد. خدا کنه چیزی پیش نیاد. خیلی خب بابا فهمیدیم، حالا همه میخوام به ما کمک کنن امروز. برین جونه تو، امروز من کلی کار دارم، امروز بی خیال شو. بابا وایستا حالا میریم، عجله میکنی. بذار من یکم نگاه کنم. حامد اینو نگاه کن، چقدر قشنگه. خوشت اومده؟ آره خواه اینو نگاه کن، این چطوره؟ اینم بد نیست ولی این بهتره. میدونی چرا؟ این دکان سوزه. خب یعنی هم با گاز میسوزه هم با بنزین، مثل خودمه. هم بی دود کار میکنم هم با دود. عجب رویی داری، تو قرار بود یه ماشین دکان سوز وطنی ورداری. ببین آقا حامد، من یه اعتقادی دارم، آدم یا یه چیزی رو نمیخره یا اگه میخره یه چیز درست حسابی بخره. جان تو بله، ولی در صورتی که پولش هم داشته باشه. نه برو بابای تو که پول داره، دست کنه جیبش هی ترابل میکشه بیرون. لباس تنتو نگاه، کفشات برنی اصله. غلام داری دبه میکنی یا؟ دبه نمیکنم آقا، این کار سختیه. بری تو گوری جانور بره تنش. خیلی خوب تو فعلا کارتو بکن، من راضیش میکنم که اونم راضیت کنه. خوبه؟
نه اینجور نه، این خرد اپل میگذر. آقا ناراحتی نگذر، ولی به ما بگو تا ما تکلیف خودمون رو بدونیم. دیگه تیکه میندازی مزه میپرونی، یعنی من خرم؟ برنی جان شما که دائم داری چرت میزنی، اون دو ساعتم به خاطر ما برو تو قفاش چرت بزن، اشکالی داره؟ ببین آقا حامد، اولا که به من ورنی نگو حالم بد میشه، دوما که وقتی بری تو گور دیگه نمیشه چرت زدی، مورچه میاد داخل تنت یه گاز میگیره نمیشه، سوما که سوم نداره همین گازت میگیره. بله کیه؟ آره که نه رفته پیش این یارو شیرین سخنه شیرین بیانه کیه؟ آره از این برم میره سر ساختم. باشه باشه باشه، خیلی خوب باشه، خداحافظ. خیلی خوب، خیالت راحت شد؟ شنیده که حامد چی گفت؟ بابا از صبح تا یه تک دنبال کاراش بوده، الانم که سر ساختمونه. من باور نمیکنم. تو میگی من با این سن و سال اشتباه میکنم؟ خودم دیدمش بوی زن جم. آخه مادر من آدم که همیشه هزیون نمیگه، بعضی وقتمونم بر اثر خستگی کار زیاد چه میدونم پیش میاد دیگه. من اشتباه نمیکنم پسرم، خودش بود با یه زن جوون. خیلی خوب بابا، خیلی خوب، بیا قرصو بخور. بیا یه زنگ بزن سر ساختمون. باشه بابا من زنگ میزنم، بیا این قرصو بخور. نمیخوام، نمیخوام بخوابم اصلا، میخوام بشینم ببینم با همون لباسی که از خونه در رفت برمیگرده یا نه. باشه بابا باشه، همینجوری استراحت کن نخواب. اونم دیدمش. بدبخ اساسش آورده بود، میخواست اینجا تو نگهبانه بمونه، میگفت تا تکلیفم معلوم نشه از اینجا تکون نمیخورم. فتح‌الله کجاست؟ آقا فتح‌الله زنش پا به ماهه، همین روزا میزاد رفت یه سر به اون بزنه. کی رفته؟ پیش پای شما شب برمیگرده. آقا زنش تنها بود، برد بذارتش پیش مادرش. اینجا شده هتل دیگه، میاین میرین، ما اینجا بوقیم. آقا شاید روش نشده بگیم. تو وقت پول گرفتن خوب رو داره. آقای سیمخا، فتح‌الله میگفت شما برای این پول ما رو نمیدین چون میترسین ما بریم دیگه بر نگردیم. راسته؟ فتح‌الله سه بار به نه بار غلط کرد با تو. آقای سیمخا، به طور مثال میگم اگر شما پول ما رو بدین ما قول میدیم بهتر کار کنیم. چقدر حرف میزنی؟ پشت اینو بزن به شیشه ببینم چی هست. بخون سواد که داری. بدترین وسیله از ما بده من ببینم. توجه، بدین وسیله از مالکان و سهامداران برج بهشت درخواست مینماییم تا در جلسه روز سه‌شنبه مورخه 3/11/86 ساعت 4 بعد از ظهر که با حضور جناب سیمخا در این مکان دایر است حضور به هم رسانند. بدیهی است در صورت عدم حضور اکثریت حاضر به جای غایبان تصمیم خواهند گرفت و غایبان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. منصور سیمخا. آقا این یعنی همین سه‌شنبه پس فردا؟ بله همین سه‌شنبه. یعنی شما واقعا میای؟ آخه تا حالا چند بار این بندگان چشم اون دفتر تلفن رو برمیداری به تک تک اینا زنگ میزنی میگی پس فردا همه اینجا باشن. چشم آقا. در ضمن بگو آقای سیمخا هم میاد. توجه کردی؟ بله. خودم گمگور نکن، من میرم بیرون برمیگردم یک زنگم به این فتح‌الله بزن ببین کدوم قبرسونه، پیداش کن بگو کارش دارم. چشم آقا. باش. پولت بخورد تو سرت بی وجدان، نپرسید شام خوردی نخوردی. مگه خوابش میبرد؟ پدرم در اومد تو خوابید، میگفت شما رو با یه زن جوان تو خونه دیده. نه بابا اون موقع تو مطب دکتر ویزیتش میکرده، تو من اشتباه دیده نه؟ اگه این خاله زنک بازی های داییتون کار دست مادرتون نداد هرچی دلتون خواست به من بگید.
یه سر داره مخ مادرتون را میره. اگه این طرفا پیداش بشه جفت پاشو قلم میکنم. گفت زنه داشته کراوات براتون میزده. کراوات براتون بیتم میاد ولی من به چه کسی؟ خیلی خوب خیلی خوب، خواست اول نگیم بینم، بگو بینم چیکار کردی؟ هیچی، من که گیر این یارو غلام ورنیه بودم، اعصابمونو خورد کرده، هنو پول نگرفته دنبال ماشین خریدنه، از این بونگا به اون بونگا، 10 تا بونگا جابجا کردیم آخرش هم فایده نداشت. خدا عاقبت ما رو بخیر کنه از دست این آدم. چی پیش میکنی؟ یعنی واقعا شما انتظار داری خدا کمک کنه آخر عاقبت این همچیکاری به خیر بشه؟ باز شروع کردی؟ این همه باد حرف زدم تو مخت نرفت؟ ها؟ همش باد هوا شد؟ آقا من گفتم این کاره نیست، اینو فقط بر موقعی خوردن صداش بکنیم، همین. قبرستون چی شد؟ پیدا کردیم، خارج شهر بود، همون جوری که روان خواه میگفت دقیقا همون چیزی که انتظار داریم، جایی بدی هم نبود، دلباز بود، قرار شده واسه فردام بده قبر آماده کنم. دو روز بیشتر ما وقت نداریم، میفهمی؟ من نگرانم. آقا من میگم بیا از آب گلالی یه ماهی هم بگیری، تو این دو روزه یه طلب مغفرتی، یه حلالیتی، یه چیزی بخوا دیگه، شاید جواب داد. از کی؟ از یه گله آدم؟ مخت کار میکنه؟ راستی سوال ببینم تکلیف شما بعد از خاک سپاری چی میشه؟ هیچی، قرار شد فلان آفتابی نشیم تا آقا نمون دنبال ویزا و پاسپورت تونم کوفت و زهرمار رو بگرد و بده. خدا بیامرزتت، اون دونه یه حالی هم میکنی، خوش بگذره. ببینین اگه کارتون رو درست انجام بدین یه شیرینی مشت بشه من داریم. میفهمین که یعنی چی؟ شیرینی مشت. آخ گفتی شیرنی با ما رو دریا، من یکی وزم خیلی خرابه خدا وکیلی. باز بوی پول به مشامت خورد، دلت قلی بیده رفت. که گفتم اینو فقط بعد موقع خوردن صداش کرد. جفتتون از یه قماش، وقتی هم که آب میبینین شناگر ماهری هستی. جفتون پسره پدری محترم مثل شما این، بی خیال بابا اذیتمون نکن دیگه. آره فعلا دست ما زیر سنگ، شما هم بتوزونی. دارم براتون، دارم. این وسط فقط من خیلی نگران مامانم. تو مثل اهل کرمات نیستم. خب من هستم، بزن. حالا بخوایی بگی بدری زنته؟ تو که گفتی رفته زیارت. آه! چی شد؟ بدری حالت خوبه؟ بابا من دیگه حالش خیلی بده، بده برش دکتر. بدری من خیلی نگران ایشون هستم، در طول این 20 سالی که ما با هم زندگی میکنیم یک همچین اتفاقی تا به حال برای ما پیش نیومده بود. بنده همیشه مورد وثوق ایشون بودم و ایشون اطمینان کامل به بنده داشتن، منتها شیطنت‌های عقبی ایشون در زندگی ما بی تأثیر نبوده. برادر ایشون با ازدواج ما در ابتدای زندگی حتی مخالف بود. شما شغلتون چیه؟ والا خدمت شما عرض بکنم که شغل بنده آزاده، گاهی اوقات برجی چیزی گیرمون بیاد میسازیم. حتما وقت سرخانون دارم نداری؟ نه اتفاقا اینجوری نیست، من سعی کردم که نسبت به خانواده و بچه ها خیلی با محبت برخورد میکنم. اتفاقا دیشب بود که بدری خانم رو من بردم یک رستورانی، برای اینکه یک مقداری از فضای آشپزخونه و بوی آشپزخونه و فضای خونه دور بشه، جای شما خالی، یک شام مبسوطی با هم دیگه خوردیم. ببینم تو همکارات خانومی کسی که خانومت بهش حساسیت داره نداری؟ والا مطلبی میفرمایید، ما سر و کارمون همش با عمله و اکره و نمیدونم معمار و بنا و اینجور چیزاست، دوره بر ما بوی عطر و عبیر نمیاد، هرچی هست بوی کاهگل و سیمان و دوغابه جناب دکتر. خیلی خوب، شما بفرمایید بریم بیرون، به خانمتون بگید تشریف بیاره تو. یه نکته رو می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم، با توجه به شواهد و قرائنی که پیداست فکر می‌کنم همسر بنده دچار توهم شده. گفتم این رو مد نظر داشته باشید. به هر حال حتما ساعتم کم نشه.
خانم شما بفرمید. فرشته ای خبر خوب برات دارم، اینجا قرار بذار ببینم تو بهت بگم. نه پای تلفن که نمیشه عزیزم، من باید ببینمت. چی شد بابا، مامان حالش خوبه؟ چیز مهمی نیست، حالش خوبه. من دارم میرم برمیگردم، تو هم اینجا مواظب مامانت باش، ببین چه کار داره براش انجام بده. خیال راحت بابا، من خودم خیلی نگرانم مامانم. تموم شد آقا. سوراخو خوب کندی؟ قوطه قوطه. خیلی خوب. بیا بالا. نمیگم بیا بالا. برو تو. ها؟ برو تو میگم. میخوای یه پیشنهاد بهت بدم؟ میگم جای من یه عروسک بذاری. خیلی بهتر. بیا بالا تو. باشه میرم. آقا این ارتفاعی زیاده، پا میشکنه، یه نردبان بذارن. میگم برو تو، الان پرتت میکنم داخل، برو تو. چاکرتم، نوکرتم. ورنی؟ آقا صد بار گفتم این کلمه ورنی به کار نبر، من حساسیت دارم به این کلمه. سر به سرش نزد. بگی بخوا. آقا کدوم مرده رو دیدی که تاق باز میخوابه؟ به پهلوی راست میخوابه آدم پسر. آقا جان خودت، من عادت ندارم، این کمرم درد میگیره، دیسک کمر دارم. واسه آدم زنده بله، نه آدمی که مرده. خب یک کم حداقل اینو گشادتر کنید. میخوای خرقلت بزنه اون زوغا؟ بگی بخواد دیگه، دو ساعته دیگه بابا تو هم آی دو ساعت؟ آخه دو ساعت نمیشه، من اگه دو ساعت بی حرکت باشم این بدنم خواب میره، این مورچه میره تو تنم، گاز میگیره، میفته تنم، اون وقت دیگه نمیتونم دفاع شخصی از خودم بکنم. جان خودت سخت. خب اینو یکم گشادتر بکن براش. طوری براش دلانگیز میکنم که اصلا دوست نداشته باشه بیرون بیاد. ببینم میتونی از اون سوراخ درست نفس بکشی یا نه. از این وایسا یه دقیقه. سوسکی؟ ها میشه، میشه نفس کشید، منتها من یکم فکرم خرابه دیگه. این بقر یه جوب آبه، اگه یه وقت آب ول کنن یا بارون بگیره یا ببخشید یه بچه بی تربیت ببخشید بیاد کار بد بکنه، من خفه میشم این بارون بیاد، نمیشه، این مشکل رو داره. نه پسر، اینجا دکوریه، این آب نیست که. دبی. اینجا میشه سیگار کشید؟ نه بابا جون من، خفه میشه اون زیر. اه اینجور که نمیشه، من آتیش با آتیش سیگار باید بکشم، وگرنه میمیرم. سخت خوب. چشمت گور، پول گرفتی باید تعامل کنی. بیا بالا بینم. تو به این دو قران میگی پول؟ پا آدم پولدار ندیدی؟ وی چه عصبانیه، چته.